و در عمل شما نمیتونید توانایی سیستم های مغناطیسی پالسی وی ال اف تی آر بی اف آی وی رو افزایش بدید، کوئلش هم اگه بزرگ کنید، لوپش هم بزرگ کنید، سنسور مغناطیسی هم بذارید، نهایت توانایی که در عمق میتونید بهش اضافه کنید 10% اضافه کنید. ببینید الان در این نو تکنیک اینجا عمق رو نوشته کوین دیپ. خب این عمق تا اصلا بگیریم 10 اینچی نوشته، 10 سانتی متری نوشته، چون اینو بعداً مینویسه اینچه یا سانت. این عمقشه که 10 داره تا اینجا و اینم عدد ویدیایشه. اینم مال یه کمپانی شرکت دیگه است، مال گرته. خب ما داریم انواع سیستم ها رو از کمپانی های متفاوت نشون میدیم که بدونید توانایی کارشون، کیفیتشون، قدرتشون به این صورته. خب این حتی برای تفکیک کردن در عدد ویدیا که اینا تکنولوژی پیشرفته ای هم داره نسبت به دستگاه های پارسی بی ال اف تی آر بی اف آی بی دیگه، از این فاصله استفاده میکنه و عمقش داره بهتون نشون میده و عدد ویدیایشو. اینا میتونی اکسپت و ریجکت کنی در عدد ویدیایش، یعنی پذیرش رو رد کنی که بعضی چیزا رو بگیره بعضی چیزا رو نگیره، ولی این در فاصله کم این کارو انجام میده، در عمق زیاد این کارو نمیتونه بکنه و عملا هم همینو داره اثبات میکنه که این کارو انجام میده. ولی شما در سیستم هایی که مگنومترن، تسلا ان یونیا و فانکشنن اصلا چنین چیزی رو برای عمق نداری، چون نمیتونی چیزی رو بذاری تو عمق بگیره، حتی تو 50 60 سانتی هم نمیگیره، حتی اینجا هم بذاری نمیگیره. یا تو مگنومتر، تسلا، یونیا با یا میان از تکنیک های خاص دیگه ای استفاده میکنن، مثل استفاده از آهن رباها یا جریاناتی مانند عملکردی لامپ های کم مصرف برای یونیاب ها، و اینها عمقاشون مشخصه و همه کمپانی ها این توانایی رو که نهایت این عمق میره در روش حرکتی رو اعلام کردن و مشخصه که این کار رو میکنن.